قلعه، شروق، دژ، واجبات، گروپفور سوریه و غیره. بیش از 70 شرکت امنیتی خصوصی در 3 سال اخیر در سوریه تأسیس شدند. مؤسساتی که بخش اعظم هزینه هاشون رو حکومت ایران از جیب ایرانی‌ها تأمین می‌کنه. به عنوان یکی از برنامه‌هاش برای حضور استراتژیک تو سوریه، در سال 2013 و به درخواست ایران، بشار اسد مصوبه قانونی شماره 55 صادر کرد که بر مبنای اون امکان تأسیس شرکت‌های امنیتی خصوصی رو مجاز کرد. و این گونه برنامه‌های امنیتی سوریه را به شبه نظامیان وابسته به ایران سپرد. متن مصوبه شرکت‌های امنیتی خصوصی رو به وزارت کشور سوریه وابسته می‌دونه. سرمایه ابتدایی هر شرکت باید بالغ بر 1 میلیارد تومان باشه. با فرا رسیدن سال 2017 و پس از افزایش حضور نیروهای ایرانی به بهانه دفاع از حرم در مناطق گسترده‌ای از سوریه و با افزایش حمله هوایی بر اون مناطق، ایران هزینه‌های بیشتری رو برای نفوذ در سوریه متحمل شد. از مهم‌ترین استراتژی‌های ایران تأسیس شرکت‌های امنیتی ویژه بود که بتونه شبه نظامیان خودش رو در این شرکت‌ها بگنجونه. سپاه از جیب ایرانی یا هزینه میکنه تا حضور خودش رو در پایتخت سوریه دمشق تقویت کنه. حکومت ایران با سرمایه گذاری تو شرکت های امنیتی خصوصی حتی امنیت گذرگاه ها، تأسیسات نفتی و ساختمان های حکومتی رو هم تضمین کرد تا به این شکل بتونه بقای شبه نظامیانش رو در سوریه افزایش بده. حتی این شرکت ها بدون توجیه اقتصادی امنیت گمرک های سوریه جنگ زده رو تضمین میکنن. همچنین تضمین امنیت گمرک توسط شبه نظامیان وابسته به ایران پدیده رشوه در سوریه رو افزایش داده. با وجود وزارت کشور و وزارت تجارت بر این شرکت های امنیتی، بیش از 90% این شرکت ها برنامه کاری و تعداد پرسنل و مناطق مورد نفوذ خودشون رو اعلام نمی کنن. فقط در سال 2017 10 شرکت خصوصی امنیتی بزرگ تو سوریه به ثبت رسیده که هزاران شبه نظامی برای اونها کار می کنن. آیا حکومت ولایت فقیه با این هزینه سنگین از جیب ما ایرانی ها قادر خواهد بود ریشه ایدئولوژی خودش رو در سوریه گسترش بده؟